خسته نباشی. ببخشید اینا رو تا حالا اینجا ندیدی؟ نه اونجا ندیدم. نیومدم برای خرید. دلیم آقا سلام علیکم. خسته نباشی. ببخشید. اینا رو تا حالا اینجا ندیدید؟ نیومدم برای خرید. نه. اصلا تو رو ندیدم. ممنونم. دست درد نکنه. خیلی کمک کردی. خداحافظ. سلام جواب سگور، من الان کن هستم، فکر کنم پیداشون کردم. مطمئنی؟ خیلی خوب، همونجا بمون با تماس میگیره. ستوان الهام صداش کن بیاد. به بیات هم بگو بیاد. امری داشتی؟ شایان خونه پدری خانم مهندس رو پیدا کرده. آماده شو باید بریم اونجا. لباس شخصیت هم یادت نره. اطاعت. حمید بیا کاری دارم. کریمی تو هم با ما میری. لباس شخصیت رو فراموش نکن. بیا حمید سری باید یه حکم بگیری. حالا شایان مطمئنه که خودش هم اونجاست؟ این دقیقا همون چیزی که ما باید بفهمیم. بیا سری اقدام کن که وقت نداری. پیداش کردی؟ فکر کنم همینجاست. خوشحالی؟ گفتم امروز پیداش میکنم. بریم داخل؟ نه فعلا زوده. اول بچه ها میرن. کسی خونه نیست؟ صاحب خونه؟ چیه؟ ببخشید میشه چند لحظه تشریف بیاری؟ خوش اومدید. بفرمایید. مزاحمتون شدیم. اختیار دارید. کاری داشتین؟ ما همونایی هستیم که برای مسمندا پول جمع می‌کردیم. من شما رو می‌شناسم. ما دیروز که اینجا اومدیم یه خانم جوان‌تری بودن، شما نبودید. من دیروز همش خونه بودم. شما چیکار دارین؟ یه پلوور بافتنی کمک کردن. تو جیبش یه دستبند طلا بود. گفتیم شاید حواسشون نبوده، اومدیم تقدیم کنیم. بعید می‌دونم. حالا دستمنده بدین ببینم. اگه اجازه بدین بدین به خودشون. ممکن لطفا صداشون کنی؟ فکر کنم اشتباه گرفتین. دیروز هیچ کس اینجا نیومد. غیر از شما خانم دیگه اینجا زندگی نمی‌کنه؟ خب چرا؟ دخترم. میشه لطفا صداشون کنی؟ شاید ایشون بودن. والا اجازه بدین. ممنون. مینا. مینا. بله مامان.
بیا مادر تو حیات کارت دارم. الان میام. اسمش که درسته، احتمالا خودش. بیا مادر ببین این خانوما چی میگن. سلام. سلام. ممنون، بفرمایید تو. ممنون. چی شده؟ غیر از شما خانم دیگه اینجا زندگی نمی کنن؟ غیر از من و مادرم نه. چطور؟ مثل که حق با شما بود مادر جون، ما اشتباه اومدی، معذرت میخوام. من که از اول خدمتتون گفتم اشتباه گرفت. مزاحمتون شدیم خانم، ببخشید. خدا نگهدار. با اجازهتون. خدا سلامت. مگه در باز بود؟ بله. چند بار بهتون گفتم این در رو باز نذاریم. حالا چی کار داشتن؟ گفتن یه جکت به خیریه کمک کردن، یه دستبند طلا تو جیبش بوده، فکر کردم مال ما. رفتن؟ آره. میخوام امروز برم شرکت هامه. میخواین چیکار کنی؟ اینطوری که نمیشه، اون بی عاطفه حتی یه تلفنم به تو نزده. مامان جان وقتش که بشه خودم بهش تلفن میکنم. بالاخره باید بیاد تکلیف تو رو روشن کنه یا نه؟ من بلدم تکلیف خودم رو روشن کنم، شما نگران نباش. خب؟ یعنی که همینطوری دست رو دست بذاریم دیگه. مامان تا نفهمیدی کیه در باز نکنی ها. سرگرد امیری هستم از پلیس آگاهی، لطفا در باز کنی. سلام مادر. سلام. لطف کنیم به دخترتون بگین چند لحظه بیاد دم در. من به این خانوما گفتم که اشتباه گرفتن، دستبند مال ما نیست. بله همینطوره، اما با این حال یه چند لحظه کارشون داریم، بگین لطفا بیان دم در. ممنون. مینا حکم آماده کنیم میریم تو. مینا دختر یه مادر چی شده؟ پلیس از آگاهی اومدن میگن با تو کار. آگاهی؟ سلام خانم، سرگرد امیری هستم. مینا خانم شما هستی؟ بله امرتون. همسر مهندس جمالی؟ درسته، چطور؟ خانم شما هیچ میدونید که شوهرتون الان کجا تشریف دارن؟ نه من خیلی وقت ازشون خبر ندارم، ولی متاسفانه باید به عرضتون برسونم که ایشون به قتل رسیدن. بله متاسفانه همینطوره، و طبق این حکم برای یک سری تحقیقات شما بازداشت هستید. ایشون بازداشتن. اطاعت. بفرمید خانم، لطفا لباستون عوض کنین که بریم. بفرمید. شما برو کمکشون. چشم. همینجا باشتا دست رو بده بالا برو تو. کاری داشتی صدام کن. دستور چی قربان؟ شما ازش بازجویی میکنی یا ما این کارو بکنیم؟ اوضاعش الان چجوریه؟ وضعیت خوبی نداره، ظاهرا مرگ شوهرش خیلی متاثرش کرده. پس با این حساب باید موکولش کنیم به فردا، شاید تو اون موقع شرایط رویش هم بهتر بشه. فقط یه نکته مهم اینجا وجود داره. بله. لطف کنیم فردا قبل از هر کاری بدین یه آزمایش HIV ازش بگیرن. بله چشم. ممنونم. در ضمن
بله. با دستگیری اون هنوز چیزی تموم نشده. شما به تحقیقات خودتون ادامه بدید. اطاعت خورم. ممنونم. نیما از کارت خیلی راضیم. به موقع پیداش کردی. خواهش میکنم قربان. شما لطف داری. شنیدم دیشب با ستوانن هم جر و بحث داشتی. چیز مهمی نبود. تا اینا بخوان سلسله مراتب رو یاد بگیرن حالا حالا طول میکشه. علی تویی؟ آره سلام. چرا قد دیر اومدی؟ تو که هنوز مشغولی؟ هنوز تموم نشده؟ آخراشم. نگفتی چرا قد دیر اومدی؟ نگین شام چی داریم؟ روگازه. فقط باید خود روشن کنی. نشنیدی چه گفتم؟ چرا قد دیر اومدی علی؟ راستی از مامان چه خبر؟ من این قرار نبود امشب اینجا باشه. اومد ولی هر چقدر منتظرت بود تو نیومدی دیگه. بابا اومد سراغش رفت خونه. حالا نگفتی کجا بودی؟ علی با تو هم. چرا خودتو به نشیدن میزنی؟ نمیخوای بگی کجا بودی؟ دستمو بشورم الان میام. نه نمیخواد. اول بگو کجا بودی بعد دستتو بشور. من کجا بودم؟ تو کجا بودی؟ خب معلومه خونه بودم. نبودی. نبودم؟ اگرم بودی اینجا نبودی. پس کجا بودم؟ دیگه اونشو نمیدونم. هیچ معلومه چی میگه علی؟ خب اگه نمیخوای بگی کجا بودی نگو. چرا اینقدر موضوع رو میپیچونی؟ نگی یعنی جدا تو نمیدونی من کجا بودم؟ نه نمیدونم. دیگه هم برام مهم نیست بدونم. خانم مگه من امروز عصری با شما تماس نگرفتم گفتم شب میخوام برم باشگاه؟ تو عصری به من زنگ زدی؟ خب معلومه. پس از کجا میدونستم مامان قراره بیاد اینجا؟ راست میگه علی، تو به من زنگ زدی. من چرا اصلا یادم رفت؟ ببخشید اصلا حواسم نبود. نه خیر، اشکالش اینه که تو این روزا با ما نیستی. این چه حرفیه میزنی علی؟ این قصه‌ای که دارم می‌نویسم یه کمی پیچیده است. راستش جاهایش هم گیر کردم. حالا می‌خوام اداره شما بیام تحقیق کنم. چی کار کنی؟ تحقیق. تحقیق برای چی؟ من خودم پلیسم، جلو روبروت وایسادم. هر چی می‌خوای از خودم بپرس بهت جواب میدم. شما اصلا خوب توضیح نمیدی. بعدش هم بدتر آدم گیج می‌کنی. خوب توضیح نمیدم، بدترم تو رو گیج می‌کنم. ببینم، حالا تو هر شب می‌خوای بری باشگاه؟ نرم باشگاه؟ حسودیت میشه؟ برای چی حسودیم بشه؟ منم از هفته دیگه ثبت نام میکنم، هر روز میرم باشگاه. ببینم هر کاری من میکنم تو هم باید بکنی؟ خوبه که نمیخوای پلیس بشی؟ شادم شدم، کسی چه میدونه؟ توی قصه که دارم مینویسم شخصیت زن اصلیش پلیسه. خدا رو 100,000 کرور مرتبه شو که شخصیت اصلی داستان شما پلیسه، قاتل نیست. وگرنه عوض میکردی قاتل بشی. زودتر دستتو بشور، بیا غذا تو بخور، کم حرف بزن. سلام جان. سلام جان، صبح بخیر. سلام، صبح بخیر. سلام جان. سلام علیکم. سلام قربان، صبح بخیر. سلام، صبح بخیر. دیشب بخیر گذشت؟ چی بخیر گذشت؟ خانمتون نگفت چرا دیر اومدی خونه؟ آه، همسر یه مامور پلیس میدونه که شوهرش تنها متعلق به خودش نیست. چیزی نشده، نگران نباشه. بهشون گفتین باشگاه بودین؟ مگه میتونی بهش دروغ بگی؟ خداوند این موجوده جوری آفریده که حرف نزده میفهمه دروغ میگی یا راست. بس با این حساب بهتره ما اصلا زن نگیریم. بچه جان، تو که اونو نمیگیری، اون تو رو میگیره، طوری که خودت هم نمیفهمی. سلام، صبح بخیر. سلام، صبح بخیر. امری داشتین صدام کنی قربان. باشه. چه خبر؟ اون خانمه رو با صدفان بهروزی فرستادم برای آزمایش خون.
خودم هم میرم سراغ کارمندای شرکت که تحقیقاتم در مورد منشی شرکت کامل تر بشه. بسیار خوب. به خانم بهروزی گفتم وقتی برگشتن بیارنش پیش شما برای بازجویی. خوبه. متشکرم. ممنونم. جناب سروان؟ بله. شما از دست من ناراحتین؟ میام خدمت. ممنون. نه؟ چرا باید ناراحت بشم؟ آخه دو روز جواب سلام منو ندادین. حتما حواسم نبوده. به هر حال من بابت اون شب ازتون عذر میخوام. حق با شما بود. احتیاجی به عذرخواهی نیست. به هر حال توی کار از این مسائل پیش میاد. در هر صورت وظیفه خودم میدونستم که ازتون عذرخواهی کنم. خواهش میکنم. با اجازت. معذرت خواهی کرد. سلام قربان. صبح بخیر. سلام جان. صبح بخیر قربان. سلام. سلام. صبح بخیر قربان. جان سعی خوب شد اومدی. اون استلامی که خواسته بودی انجام شد. ولی بعید میدونم به دردمون بخوره. سلام. بفرمایید خواهش می‌کنم. بشین. از مرگ شوهرتون بسیار متاسف شدم. خیلی ممنون. دقیقاً کی از منزل خارج شدین و دیگه برنگشتین؟ جواب این سوالتون رو میدم، ولی قبلش میخوام بدونم برای چی از من آزمایش خون گرفتی؟ برای اینکه شوهرتون ویروس HIV داشت و هیچ بعید نیست که شما مبتلا شده باشی. خب این سوال از خودم میپرسیدیم بهتون جواب میدادم. هنوزم دیر نشده، چون تا جواب آزمایش آماده بشه حداقل چند روز طول میکشه. بله، هم خودم هم جنینی که توی شکممه مبتلا. متاسف شدم. البته الان داروهایی هستش که به راحتی میشه این بیماری رو مهار کرد. دقیقاً کی متوجه شدین که مبتلا هستین؟ میشه در مورد این موضوع صحبت نکنیم؟ خیر، متاسفانه مجبوریم که صحبت کنیم. حالم بد میشه. انقدر در موردش فکر کردم که دیگه دارم دیوونه میشم. ببینید خانم، یادتون باشه که حرف زدن با فکر کردن خیلی فرق میکنه. ممکنه اگه راجبش صحبت کنین یه خورده آروم‌تر بشین. شما چی میخوایی بدونی؟ عرض کردم خدمتون، دقیقا کی متوجه شدین که مبتلا هستین؟ کمتر از یک ماه. چجوری متوجه شدین؟ خودتون متوجه شدین یا خودش بهتون گفت؟ چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که من مبتلام. خیلی فرق میکنه، حداقل برای ما فرق میکنه، ما باید بدونیم. ببینید جناب، من فامیلیتون یادم رفت. سرگرد امیری هستم. جناب امیری، بهتره حاشیه نریم و بریم سر اصل مطلب. شما فکر میکنین حامد و من کشتم؟ بنده همچین حرفی نزدم خانم. ببینید وقتی یک قتلی اتفاق میفته ما باید تمام فرضیه‌ها رو در نظر بگیریم. بله، این درست، ولی چرا فکر میکنین حامد و من کشتم؟ به دلایل عدیده. یکی این که غیبت داشتین، یکی این هم که میتونستین انگیزه های مختلفی برای این کار داشته باشین. مثلا یکیش این باشه که چون اون منو مبتلا به این ویروس کرده؟ بله دقیقا، یکیش میتونه این باشه که دور از ذهنم نیست. من و اون با هم درگیر شدیم. من قهر کردم و رفتم خونه مادرم. دیگه هم ازش خبر نداشتم تا دیروز که شما اومدین. سر چی با هم درگیر شدین؟ خب سر همین موضوع. مسئله کوچیکی نبود. دیگه نمیتونستم تحملش کنم. برای همینم رفتم خونه مادرم.
خب خیلی راحت ایشون میتونست حدس بزنه که شما رفتین خونه مادرتون، قهر کردین، دیگه بر نمیگردین. نیازی نبود بره کلانتری ادعا کنه که غیبتون زده. اتفاقا حدسم زده بود، ولی من از مادرم خواهش کرده بودم بگه از من اطلاعی نداره. گوشی هم از دسترس خارج کرده بودم. شاید به خاطر همینم نگران شده بودم. ولی این زیاد قانع کننده نیست. تا کی میخواستین اونجا بمونید؟ ببینید، مادر من بیماری قلبی داره. من نمیخواستم متوجه اصل قضیه بشه. فکر کردم اگه حامد بیاد اونجا و بخواد صحبت کنه اونم متوجه مطلب میشه و نمیخواستم. فکر کردم نیاز به زمان دارم که بیشتر فکر کنم. نمیدونم، احساس میکنم یه قضیه پشت این ماجراست که ما ازش بیخبریم. چه قضیه؟ این دقیقا همون چیزی که ما باید ازش سر در بیاریم. فهمیدم دارم بچه دار میشم، کیک و گل خریدم، رفتم خونه، یه شام مفصل درست کردم و منتظر موندم تا حامد بیاد. اون خیلی بچه دوست داشت، میدونستم از شنیدن این خبر خیلی خوشحال میشه. بله، بیا تو حامد. سلام. سلام. خسته نباشی. ممنونم. بابا مهمون داریم؟ آره. کی؟ حدس بزن. فریبا داره میاد اینجا؟ نه، یه حدس دیگه بزن. ببین حوصله ندارم، خودت بگو. من فقط میتونم یه راهنماییت کنم، همون کسی که همیشه منتظرش بودیم. ما منتظر کسی نبودیم. حامد یه ذره حواستو جمع کن، این عقلتو یه ذره به کار بنداز. داری حوصله‌مو سر میبری، خودت بگو دیگه. آقای بی حوصله، بفرمایید لباستون عوض کنین، دستورتتونو بشورین، بیا سر شام خودم برات میگم. تولدته. یعنی تو واقعا نمیدونی امروز تولد من نیست؟ چه میدونم، تولد منه. کسی که روز تولد خودشو ندونه، من توقع دارم روز تولد منو بدونه. سالگرد ازدواجمونه. وای 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 وای، دیگه تو رو خدا ادامه نده، خودم برات میگم. من که از اولش گفتم خودت بگو. ما داریم بچه دار میشیم. چی؟ درست شنیدی. بالاخره بعد از سالها با آرزومون رسیدیم. ما دیگه سه نفر میشیم. خوشحال نشدی همه؟ چرا؟ چرا؟ حامد حامد
تو چرا اینطوری شوکه شدی؟ چیزی نیست. کی فهمیدی؟ خب همین امروز میخواستم زنگ بزنم تلفنی بهت بگم، فکر کردم بهتره با مراسم اینجوری این خبر رو بهت بدم. حالا مگه چی شده؟ الان چند وقتشه؟ نزدیک 2 ماهه. تو دیگه داری با این سوالات منو میترسونی، میخوای بگی چی شده یا نه؟ ببین مینا، من میدونم تو خیلی خوشحالی، ولی ما نمیتونیم اون بچه رو نگه داریم. چی؟ تو دیوونه شدی؟ آره درست شنیدی، نمیتونیم نگه داریم. داری چی کار میکنی حامد؟ دنبال چی میگردی؟ اون دفترچه تلفن قدیمی کجاست؟ دفترچه تلفن رو میخوایی چیکار؟ اینقدر سوال نکنم، دفترچه تلفن کجاست؟ به کی میخوایی زنگ بزنی؟ دکتر رضایی، باید اون بچه رو بندازی. تلفن. دکتر رضایی؟ الو سلام دکتر، حامدم. میخوام مینا رو فردا صبح اول وقت بیارم پیشت. صبح نیستی؟ خیلی مهمه دکتر. نه عصبی نیستم. ببین حمید، نمیخوام یه موقع بیام پشت سرم یه عالم مریض باشه. پس فردا صبح میبینمت. خدافظ. فردا میریم پیش دکتر. من با تو هیچ جا نمیام. شب تا صبح با هم درگیر بودیم. من نمیفهمیدم چرا اونی که همیشه بچه میخواست حالا یه دفعه داره اینطوری رفتار میکنه. صبح که شد التماس کرد که همراهش برم. و شما هم رفتین؟ بله. آخه این دفعه دیگه این من بودم که دلیل این همه اصرار اونو میخواستم بدونم. خانم جوامندی، چیزی میل داریم براتون بیارم؟ نه ممنونم. دکتر میخواد باهات صحبت کنه. نمیدونم از کجا باید شروع کنم، اما گفتنش برام خیلی سخته. نیازی به حاشیه نیست دکتر، لطفاً برین سر اصل مطلب. توی این مدت شما دچار سرگیجه، تب یا تهوع نشدید؟ نه. چطور، من مشکلی دارم؟ مربوط به شما نیست، مربوط به حامده. حامد چشه؟
اون درگیری یک بیماری خطرناکیه که احتمال میدم هم شما و هم جنینتون بهش مبتلا شده باشید. چه بیماری؟ متاسفانه حامد حدود 4-5 ماهیه که مبتلا به ویروس HIV یا همون ایدز شده. امیدوارم به شما منتقل نشده باشه. به هر حال ما یه سری آزمایشات انجام میدیم، اما امکان داره چون این ویروس موذیه تو آزمایشات خودشو نشون نده و رو همین حساب باید هرچی زودتر جنین رو خارج کنیم. الان هم شما آماده بشید تا بگم مقداری از شما خون بگیرم تا بفرستم برای آزمایش. خانم بیرزایی تشریف بیارید چند لحظه. اومدم خونه، دو روزی تو رخت خواب افتاده بودم، هرچی حامد با هم حرف میزد نمیفهمیدم، ازش متنفر شده بودم، دلم خواست با همین دستام خفش کنم. گفت دکتر قراره زنگ بزنه جواب آزمایش رو بده. انقدر سرش جیغ کشیدم تا از خونه رفت بیرون. نزدیکای ظهر بود دکتر تلفن زد. سلام دکتر، شما این؟ سلام اینه خانم، حامد خونه هست؟ نه حامد خونه نیست، همراهش زنگ زدم خاموش. برای جواب اون آزمایش لعنتی زنگ زدید نه؟ نه کارش داشتم. به من دروغ نگید دکتر، جواب اون آزمایش برای من مهمتر از حامده. بسیار خوب، متاسفانه همونطور که پیش بینی میکردیم این ویروس به شما هم انتقال پیدا کرده، به احتمال زیاد جنینم آلوده شده. البته برای اطمینان بیشتر باید یه سری کنترل شده خاص گرفته بشه، ولی نگران نباشید، پیشرفت طبیعی کنترل میگیره. حال خیلی بدی داشتم، در و دیوار خونه داشت دور سرم میچرخید، دیگه نمیتونستم تو اون خونه بمونم. براش یه نامه نوشتم، رفتم از خونه بیرون، دیگه من نگشتم. صدفان ایشون فعلا بیرون باشه، لطفاً بلند شین. نه ولی به همکاراش میگفت به گوش ما هم میرسه. هیچ وقت متوجه رابطه خاصی بین آقای مهندس و خانم یوسفی نشدی؟ نه امکان نداره، آقای مهندس متأهل بودن. از اون روز آخر میخوام بدونم، زمانی که مهندس شرکت رو ترک کرد فوری پیچید که آقای مهندس با یه خانمی قرار داره. درست چند دقیقه بعدش هم خانم یوسفی شرکت رو ترک کرد و رفت. خانم یوسفی رفت؟ بله رفت.
جالبه، تا به حال کسی به این نکته اشاره نکرده بود. شاید اگه میپرسیدین بهتون میگفتن. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه وقتتون رو به ما دادین. خواهش میکنم. Yes, yes, yes.